لازم گوشت چرخ کرده هستش، یک عدد تخم مرغ هستش، ادویه های لازم، نمک، فلفل، زردچوبه، یکم پودر سیر و من توی اکثر غذاها هم یه مقداری پپل لمن، همون پودر لیمو و فلفل سیاه هست استفاده میکنم. سیب زمینی و یه عدد پیاز. سیب زمینی رو ابتدا شروع میکنیم به پوست کندن و جایی که ما زندگی میکنیم این سیب زمینی زرد خیلی خوبه برای درست کردن کتلت یا شامی، به خاطر اینکه نشاستش کمتره و در ضمن توی آب سرد من میذارم برای چند دقیقه و اینکه اون نشاستش تهنشین میشه و خیلی بهتره برای درست کردن کتلت. سیب زمینی رو اول پوست میکنیم و رنده ریز میکنیم تا برای درست کردن کتلت استفاده کنیم. در ادامه همراه من باش. خب این سیب زمینی ها رو بعد از اینکه من در یک ظرف آب سرد، حتی اگه یخم چند تیکه توش بندازیم تابستون باشه، این نشاستش زودتر تهنشین میشه. من این سیب زمینی رو شروع کردم به رنده ریز کردن. شما عزیزان میتونین از رنده های خیلی معمولی و سنتی هم استفاده کنین، ولی من از دستگاه فود پروسس استفاده کردم. همچون که میبینید کاملا با دستگاه غذاساز ریز رنده شده و به این شکل در اومده و بیشتر منظورمون این هستش که کتلت ما کریسپی بشه، ولی میتونید از سیب زمینی پخته هم استفاده کنید که اون یه حالت خیلی نرم میشه کتلت و من خودم زیاد اونو نمیپسندم. به صورت خام خیلی دوست دارم. توی ظرف آب میذارم، نشاسته تهنشین میشه و توی سبد آب کشی میکنم، کاملا آبش میره. خب سیب زمینی رو توی آب سرد قرار دادیم، یکم از نشاستش کم بشه. حالا اینو من آب کش میکنم، توی سبد میریزم. آبش باید برای کتلت کاملا گرفته بشه که یک کتلت کریسپی و ترد و خوشمزه داشته باشیم. حالا یه ظرف سنگین و پر آب کردم، روش گذاشتم. خب گوشت رو من دیفراست کردم، یخ سودایی کردم، چون مال من گوشتم تو فریزر بود. و یکی دیگه از اون نکته ها، حالا این سیب زمینی رنده شده ما کاملا خشک خشکه، هیچ آبی نداره. اینو ما کاملا با هم دیگه مخلوط میکنیم، خوب هم میزنیم. خب کاملا گوشت و سیب زمینی رنده شده رو با هم دیگه کاملا میکس میکنیم، مخلوط میکنیم. باید خوب هم بزنیم تا اون چسبندگی خوب ما بده. اینم یه نکته. نمک به میزان کافی، زردچوبه هم بهتون گفتم به میزانی بریزید که رنگی که دوست دارید در بیاد و پودر پاپریکا هم بهش بزنید، فلفل قرمز، فلفل سیاه من بهش اضافه کردم. بعد از اینکه خوب با هم مخلوط کردیم، اون چسبندگی کافی و لازم رو داشت، حالا کتلت ما آماده است. مایه کتلت ما برای سرخ کردن، من از قالب کتلت استفاده کردم. شما عزیزان میتونید به طور سنتی با دست درست کنید، روی کیسه فریزر بازش کنید، یا اینکه به هر فرم و شکلی که دوست دارین کتلت رو آماده کنید و سرخش کنید. من ترجیح میدم برای اینکه شکل شکیل و خوب بشه از قالب استفاده کنم. و قالبی که استفاده میکنید بستگی به خودتون داره، ولی اگر هم تمام مایه کتلت رو یک نواخ و یک جور یک سایز درست کنید خیلی بهتره، چون توی سرخ کردن یه دست و یه جور در میاد و میزان حرارت هم باید متوسط باشه، خیلی زیاد باشه. روی کتلتا سرخ میشه و درون کتلتا خام میمونه
ولی میزان حرارتتون وقتی که یک نواخت متوسط باشه، این کتلتا هم بیرونش خیلی ترد و خوشمزه میشه، هم مغز پخت میشه. و نکته دیگه این که برای این که در زمانمون هم صرفه جویی کنیم، چون من میزان کتلتی که دارم درست میکنم زیاد هستش، از دو سه تا ماهیتابه استفاده میکنم که در زمان هم صرفه جویی بشه و بتونم که در فرصت خیلی کمتری تعداد بیشتری کتلت درست بکنم. و سعی کنید روغن زیاد هم استفاده نکنید. همجور که میبینید من در کتلت درست کردن روغن زیادی استفاده نمی کنم. لزومی نداره شناور باشه توی روغن، چون همطور که میدونید سیب زمینی خیلی روغن زیاد به خودش میگیره و جذب روغن بالایی داره، ولی با روغن کم هم کتلت های خوبی میتونید تهیه کنید. خب عزیزان، همونطور که مشاهده میکنید کتلت های خوشمزه ما در حال آماده شدن هستش. من یه مقداری حجم کتلت هام زیاد هستش، بیرونش خیلی کریسپی و تورت هستش و کلن مغز پختم هستشون. با حرارت متوسط من پختم این کتلت ها رو. روغنم همجور که میبینید یکی دو قاشق بیشتر نیست و عطر و بوی این کتلت ها فضای خونه رو گرفته، جای همگی خیلی خیلی خالی هستش. و برای رنگم اگر خواستید، پاپریکا به نظر من حتی خیلی خوبه. حتی بعضی من دیدم که یه مقداری روبه گوجه فرنگی یا روبه فلفل دلمه‌ای هم بهش اضافه میکنن، برای اینکه دوستان یه مقدار رنگ روی کتلتا خوب باشه. ولی هم پاپریکا و زردچوبه به نظر من کفایت میکنه. از توجه و همراهی شما بی نهایت سپاسگزار هستم. ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید. نظراتتون و پیشنهاداتتون خیلی خوشحال میشم که برای من کامنت کنید. و اینکه اگر دوست دارید غذا، دسر، کیک، چیزی مورد نظرتون هست به من بگید، ممنون میشم کامنت کنید که در اولین فرصت من طرز تهیهش رو در کانالمون ویدیو تهیه کنم و برای شما بذارم. میدونم که همه دوستان خودشون کدبانو هستن و تمام این رسیپی ها و نکات رو بلد هستن، ولی در کتلت، تهیه کتلت، یکی دوتا ریزکاری خیلی کوچیک هست، یکی دوتا نکته هستش که اونم سلیقه‌ایه. دوست دارین با سیب زمینی خام رنده شده میتونید درست کنید، دوست نداشتین میتونید با سیب زمینی پخته رنده کنید و گوشت ترکیب کنید درست کنید. همطور که عرض کردم خیلی سلیقه‌ایه، بستگی به خودتون داره. ولی این کتلت هایی که من به این شکل درست میکنم بیرونش ترده و کلن مغز پخت هستش. خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. اینم از کتلت های خوشمزه و خوشگل ما، جای همگی خالی. ما رو سابسکرایب کنید لطفاً، حمایتمون کنید.